اولین میهمان برنامه ما آرش صبحانی است آرش صبحانی نامی شناخته برای بسیاری از ایرانیان است او بنیانگذار گروه کیوسک و همچنین تران و خواننده این گروه با سابقه موسیقی است اگرچه برای مدتی آرش صبحانی به عنوان مجری برنامه و تهی کننده تلویزیونی کار میکرد ولی اخیرا به حرفه اصلیش که است برگشته و در شهر سان فرانسیسکو شهری که ما به آنجا خواهیم رفت تا با او گفتگوی داشته باشیم آقای صبحانی خیلی خوش اومدید البته من شما رو اصولا به خاطر دوستیمون آرش صدا می کنم و موندم در این برنامه با شما چطوری صحبت کنم ولی خب فکر می کنم همون آرش بهتر باشه بدون پیچگون مقدمه این نظرت در مورد مجازات اعدام چیه؟ اولا که خیلی ممنون که من دعوت کردم برنامهتون خیلی متشکرم بابت کار ارزشمندی که دارین میکنین تا اونجا که من اطلاع دارم و مطالعه کردم و از دوستانی که تخصصشون این کار بوده صحبتشون پای صحبتشون نشستم واقعا اعدام چیزی که تو همه جای دنیا به این نتیجه رسیدن آدمای پیشرو که مجازات درستی نیست یعنی به معنی مجازات دارن باش مقابله میکنن که حذفش کنن از سیستم های غذایی دنیا من فکر میکنم برای کشور ما ایران موضوع فرق کنه یه مقداری نه از این باید که اونجا انسانی جای دیگه انسانی نیست از این باید که مشکل ما در یه حد دیگه حاده و بعد اقلامات دیگه اول صورت بگیره بعد برسیم به اینجا فکر میکنم اشاره کردی به مشکلات حادی که ما در ایران داریم ممکنه اشاره بکنی به برخی از این مشکلات من حقیقتش فکر میکنم که یک آه آه کمپین سراسری آگاهی سازی باید اتفاق بیفته یعنی کاری که شما دارین الان میکنین واقعا یه قدم خیلی خوبیه در این جهت ولی خودتون بهتر میدونین که واقعا چقدر تا چه حد این اطلاع رسانی درست به مردم ایران نمیشه آمارای اعدامی که تو ایران هست انقدر بالاست و نحوه این اعدام. اعدام در ملای عام این که این قضیه قبهش بریزه برای بچه دبستانی که داریم میره مدرسه صبح ببینین نفر تو آویزونه این تعداد بالایی که اعدام میکنن و این نحوه اصلا دادرسی که میکنن تو یه نفر بهش برش حکم اعدام میدن انقدر اینا وحشتناکه و غیر انسانیه که به نظر من از اونجا باید شروع کنیم تو برسیم به که حالا بیایم سر یه بحث خیلی کلی اخلاقی جهانی فارغ از بحث سیاسی که ببینیم آقا اعدام اصلا چیز انسانی هست یا نیست خب اعدام هم بدون شک یکی از این مشکلات یکی از مشکلات بزرگ این وظیفه همه است از رسانه ها تا هنرمندان تا فعالین حقوق بشر شخصیت های علمی و فرهنگی که در رابطه با اعدام و مخالفت با اعدام فرهنگ سازی بکنن درست میگین بله همه به همه کسایی که میتونن در واقع مخاطبایی رو دور یک ایده جمع کنن وظیفه دارن که این موضوع رو بهش بپردازن و روشنگری کنن خب سوال من از تو آرش جان اینه که یک خواننده به عنوان کسی که با جامعه در ارتباطه در رابطه با مسئله اعدام و مخالفت با این عمل غیر انسانی چی میتونه بکنه؟ والا من فکر میکنم که واقعا نمیدونم که چقدر تحصیل میتونه بز... یعنی برد کاری که هنرمندی که بیرون از مشکلی که ما داریم اینه که شما از لحاظ فرهنگی هنری داریم با یه چیزی مقابله میکنید که تمام بودجه مملکت یعنی یک دولتی حکومتی که تمام بودجه مملکت رو در اختیار داره تلویزیون 24 ساعته در اختیار داره رادیو نمیدونم همه امکانات فرهنگی رو در اختیار داره باش مبارزه کردن خیلی سخته برای کسایی که به صورت مستقل دارن بیرون از ایران با اون در واقع برد محدودی که دارن پیام خودشون برسن ما باید زورمون رو بزنیم نمیشه ناامید شد ولی که میخوام بگم که نبرد بسیار نابرابریه داریم با یک قولی میجنگیم که 24 ساعته داره از تلویزیون این تفکر قصاص و این تفکر قطع کردن دست و قطع کردن پا و اعدام کردن تو خیابونا رو توجیه میکنه برای مردم عادی سازی میکنه تو روزنامه هاش تو وبسایت هاش تو تلویزیونش و فرض کنید مثلا ما حالا یه سری هنرمند یا مثلا روزنامه نگار یا فعالی که بیرون از ایران هستن بدون اون زیر ساختای در واقع اطلاع رسانی بخوایم باشون مقابله کنیم خیلی کار سختیه من فکر میکنم که حمایت از کمپینای اینجوری مینیمم کاریه که هنرمند میتونه بکنه و توی برنامه های توی جای زندهش توی کاراش بتونه اشاره کنه به نوعی به این, موضوع ولی واقعا نبرد نابرابری شما اشاره کردی به دوری ما خارج نشینان ولی خب تنها ما نیستیم در داخل ایران هم صداهای علیه اعدام اخیرا بلند شدند یکی از نمونه های بارزان تشکیل لگام یا لغو گام به گام مجازات اعدامه که از جمله بنیانگذارانش مرحوم سیمین بهبانی بود امروزم در لگام دو هنرمند دیگر فعال هستند جعفر پناهی و اسقر فرهادی دو کارگردان و سینماگر سرشناس حالا چرا کیوسکم سهمی به دوش نمیگیره در این رابطه درست میگین حقیقتش اعدام یا چیز اینجوری رو ما به صورت جانبی تو بعضی از آهنگامون بهش اشاره کردیم ولی اینکه مشخصا در اعدام ترانه بسازیم نبوده اینجوری یه مقداری به خاطر لحن کیوسک بوده که یه مقداری تنز توی کاراش هست و متاسفانه این موضوع انقدر جدیه و دردناکه که نمیشه به همین راحتی بهش مستقیم واردش شد ولی من فکر میکنم که یک این, این فعالیتی که تو ایران میگید شما دارن انجام میگیره خیلی خیلی خوبه و خیلی مهمه بخاطر اینکه نهایتا اونجا باید یه چیزی عوض بشه و متاسفانه متاسفانه جوری شده که انتقام این فرهنگ انتقام و فرهنگ قصاسی که توی قوه یعنی غز... من فکر قوه قضاییه ایران یک... یک مشکل بزرگیه برای مردم ما و این تفکر قصاص کردن تفکر اعدام کردن رو جا انداخت یعنی من ایمیل های زیادی از دوستان میگیرم تو ایران که مثلا وقتی یه کامنتی میذاری در مخالفت با اعدام یا جای اینا واکنشی که نشون میدن میبینی که چقدر دورن از اتفاقا یعنی چقدر دورن از این مفهومی که چرا بده اعدام چرا مثلا نباید اعدام کرد اینکه مثلا فرض کن توی آمریکا هم اعلام میکنن و خیلی ها اینجا مخالفن و خیلی ها اینجا کمپین های زیادی هستش که بخون جلوشو بگیرن غیر قانونیش کنن ولی روند دادرسی توی آمریکا رو با ایران نمیتونید مقایسه کنین توی کشوری که خود قاضیش قاتله خب دیدیم های توی ایران دیگه یعنی اونجا از آدمی که تو خیابون داره رامیره یا دا قاتل و مخل امنیت ملی و قاچاقچی در میارن توی اون کشور با اون روند دادرسی اعدام کردن اصلا فاجعه است یعنی این نه. یعنی در واقع شما الان نگاه کنید سی هفت سال اخیر چند هزار نفر تو ایران اعدام شدن یعنی این یک رقم وحشتناکه همینا رو بتونیم آگاهی سازی کنیم برای خیلی از جوونایی که نمیدونن این خودش یه قدم بزرگه که اولا بگیم که آقا این روند دادرسی اشتباهه این این بهانه‌ای که بهش ادام اعدام میکنن این اینکه چرا اعدام تاثیر نداره اینکه چرا مثلا به جرم قاچاق چه مواد مخدر این همه آدم رو اعدام میکنن ولی همینجوری داره قاچاق میره بالا و چیزایی مثل این اگه برای مردم جا بندازیم که آقا بفهمن که آقا این قصاص این تفکر قصاص رو سنن جواب نمیده توی توی مجازات ها این فکر ما قدم بزرگه بعد بتونیم صحبت کنیم در مورد اینکه حالا چرا انسانی نیست چرا آ... ج... یعنی جنبه های دیگه‌اش رو روشن کنیم برای اشاره کردی به مقوله انتقام چرا بسیاری از مردم انتقام و ترجیح میدن به عدالت من فکر میکنم که آپشن دیگه نذاشته حکومت براشون یعنی میگم اشکال اساسی موقعی شروع شد که اصلا قصاص وارد قانون ایران شد و این نگاه مذهبی یعنی این, این که مردم بفهمن که حقوق مدرن یعنی حقوق بشر یه منافات بنیادی داره با این تفکراتی که حکومت داره به عنوان حق مردم بهش استناد میکنه این به نظر من یک یک, یک جرقه یک،, یک نقطه گریز میتونه باشه برای مردم که به این قضیه فکر کنن که آقا اصلا این نحوه دادرسی این نحوه حکم صادر کردن این نحوه قضاوت کردن اشتباهه و اون حالا بیایم ببینیم که مثلا مجازاتی که میشه کرد چه مجازاتی هست از از حقوقی چه تناسبی داره شما تو ایران نگاه میکنید میبینید که تناسب بعضی جرما با مجازات ها اصلا انقدر خنده داره عجیب غریبه که نمیشه جای دیگه گفت و از اون طرف مثلا چی میگن چیزایی که قانونیه که اصلا همه جای دیگه دنیا جرمه شما با دختر نه ساله میتونی عروسی کنی خب این همه جای دیگه دنیا جرمه اینا همش از ریشش توی یک تفکر مذهبیه که به عنوان قانون داره توی این مملکت 34 پنج ساله که داره تزریق میشه ازش حمایت میشه تمام امکانات حکومت داره روی این سعی و خطایی که این قاضیای بی سواد دارن میکنن گذاری میکنه و دیدیم میگه چه چهرهایی که دارن توی این مملکت به عنوان قاضی دارن فعالیت میکنن شما قاضی سلواتی باش معاشرت کردن خودش اینو مجازات آقای قاضی مرتضوی یه بار ببینین به نظر خودش یه مجازات از م... کم از حبس ابد نره وای مالی که بخواد قضاوت کنه کار شما رو و بالا اینا آدمایشون که شناخته شده ترن آدم اینا سوپر استاراشن در واقع وای بقیه خب گفتی که بسیاری از ترانه های کیوس که قطعاتی که تو نوشتی یک نگاه تنظامیزی دارن به مسائل کشور خب من معتقدم اتفاقا این بسیار مثبت چون با تنز میشه بسیاری از اطلاعات رو به مردم منتقل کرد بدون اینکه واکنشی نسبت به اون نشون بدن درست میگید این حرف شما درسته من خودم انقدر در مورد این موضوع اعدام احساساتی میشم که پیچ وقت شاید نتونستم مستقیم برم سراغش و در بنویسم ولی قطعا یکی از موزلات بزرگیمونه متاسفانه یکی دوتا نیست مشکلاتمون که به همه تراجیکه و همه فقط میشه با نیش و کنایه بهش پرداخت با سپاس از اینکه صبح سر به وقت سان فرانسیسکو دعوت ما رو پذیرفتی که صحبت کنی من در خاتمه باز هم میگم که در انتظار قطعی از کیوسک در مخالفت با ادام هستیم تا بتونیم اونو از برنامهمون پخش کنیم حتما اولین کسی که خبر بدم به شما خودتون هستیم